سلام. خودت به هم معرفی میکنی؟ محمد علی مبرهن، ورودی 82 متدولوژی، شماره دانشجو 813-782-08. نظر در مورد ورودی 82 چیه؟ حالا به نظر من بچه ورودی 82 توی متدولوژی بهترین بچه هم، هم توی خود دانشجو متدولوژی هم توی خود دانشجو اینجوری که من دیدم بهترین بچه ها رو. نظر در مورد ورودی همون چیه؟ همه چی؟ اساتید، امکانات، آزمایشگاه، هر چی فکر می‌کنی؟ فضا می کسانه بهتره، یک چیزی که همین دارم شدم یعنی فضا ما خیلی خوبه، آزمایشگاه همون خوبه، حتی میتونم بهترش کنم چون رشته ما خیلی لازم داره آزمایشگاه خوب، حسن دیدم بد نیستم، خوبم، میتونم بهتر از این باشم. قبل از اینکه بیایی متدولوژی، یعنی بیایی دانشگاه، نظر در مورد متدولوژی چی بود؟ با آگاهی انتخاب کردی؟ بدون آگاهی؟ الان که 4 سال گذشته نظرت چیه؟ حالا اگه برگردی با این دیده الان 2-4 سال پیش حاضری انتخابای بالات بزنی متدولوژی یا نه؟ والا قبل از دانشگاه که دیده اونچنانی نداشتم که مثلا بدونم دقیقا چه رشتمون چه جوریه یا توی چه زمینه کامل انقدر دقیق نبودم، ولی الان که اومدم درس خوندم و اومدیم جلو این سال آخر میبینم که واقعا بدون راه جزو بهترین رشته هاست. 100% اگه برگردم رتبم خیلی بهتر از این میشه، حتما متوجه دوباره توی کل درسایی چه درس رو خودت خیلی خوشت اومده ازش و چه درسی میگه حتما یه مهندس متدولوژی باید بلد باشه؟ والا درسی که من خوش آمد مثلا از درس مکانیکی خیلی خوش آمد و عملیات حرارتی فکر کنم درس عملیات حرارتی درسی که مثلا یه مهندس متدولوژی حتما باید بدونه خیلی کار بردی. اگه با درس متدولوژی یه رنگ انتخاب کنی اون رنگ چه رنگیه؟ متدولوژی ورودی خودمون منظور کلن حالا ورودی خودمون ایام دوست منظور کلی میده که مثلا راجع به خود متدولوژی حالا اگه میخوای راجع به ورودی خودمون هم یه رنگ ورودی خودمون هم یه سبت متدولوژی رنگش نقره بهتره چون اکثر به دزه نقره برنامه برنامه یعنی چیه؟ ادامه رسیم یا کار میکنی؟ بعد اگه کار بکنی تو زمین متدولوژی کار میکنی یا نمونجانه کار دیگه یه هم انجام بده؟ والا تصمیم کنم که ادامه تحصیله ولی اگه مثلا شرایطی جوری بشه بخوام کارم بکنم صد درصد تو زمین خود دوستان شیرینکاری بلدی؟ نه شرم خاطره قشنگ چیزی داری برام تعریف کنی؟ والا خاطره قشنگ که آره خاطره گرفتم خاطره دارم یه سری سر درس خواص فیزیکی که با دکتر فرهنگی داشتیم یه جلسه بود که دکتر قبلش هم گفته بود اصلا نباید غیبت کنم خیلی جلسه مهمی بود من زمستون گذاشتم می اومدم تو راه یکی از معلمای دوره دبیرستان بودم هندسه آقای صفایی نامی بودش 70 سالش بود خیلی سنش بود بعد دیدم زیر برف وایساد و اینا سوارش کردم بعد گفت میرم بدنش بعد رسوندمش و تو دلم گفتم که خب کلاس که دیگه نرسم اشکال نداره خب بذار مثلا من یه خدمتی به معلم بکنم برگشتم داش که دیدم کلاس دکتر فرنگی تشکیل نشده خیلی خیلی اگه بعدا توی جای به سنتی برسی مثلا رئیسی چیزی بعد یه جوری باشی که مثلا یکی بچه ها شده اگه اومد سرابت کارش میکرد و اصلا با یه امضا سفارش چیزی کارش را افتاده بود پارتی بازه حاضری بکنی بعدشون بچه خودم بر بچه هر شده بودی حتما میکنم توی آیا سوالایی که من میپرسم که پرسیدم حالا به عنوان حرف آخر من هر چیزی که فکر کنی نگفتم من نپرسیدم به خود فکر کنی لازمی که بگی تو سوال من نبوده الان میتونی برمید والا من به عنوان حرف آخر یه چیزی که همیشه تو دلم بوده دوست داشتم اینجا بگم که همه بچه ها بدونن اینو و باید نمیشه تک تک به همشون گفت واقعا از سعیان قبل میگم یعنی بدون هیچ ارائه دارم میگم دوست دارم بچه ها تک تکشون خوشبخت باشن دوست دارم 10 سال 20 سال بعد که دیدم بچه ها رو تک تکشون یه جوری باشه که بگم که دیگه از این بهتر نمیشه بهترین حالتی بود که واسه واقعا آرزو میده بچه همه